پوشش چهره زنان روی پرده تلویزیون برای ششمین روز در افغانستان ادامه یافت. با وجود اعتراض‌های زیاد، طالبان به عملی شدن دستورشان مبنی بر پوشش چهره زنان روی پرده تلویزیون پافشاری دارند. در شماری از رسانه‌ها، مردان نیز در اعتراض به دستور طالبان و در حمایت از بانوان همکار خود ماسک سیاه پوشیدند. در این برنامه تلویزیون طلوع نیوز مهمانان برنامه نیز به این حرکت همراه شدند. از سخنگوی اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر خواسته می شود تا برای مدت ماسک بپوشد و سخن گفتن با چهره پوشیده را تجربه کند، اما او این تقاضا را رد می کند و مخالفت با دستور طالبان را تمسخر و سرکشی از حکم شریعت می داند. مخالفت کم خلق چه حجاب سر پعینات که او له حجاب سره په مخالفت کې دومره انت حد پوریزی چې یعنی څرګند مخالفت کوي او دا یو ټوکا یو مسخره انزوروي او داسې خی چې دا یو ټوکا ده د خپل د اسلام له یو حکم د شریعت له یو حکم سره مخالفت. شماری از مجریان زن برنامه‌های تلویزیونی با نشر این ویدیوها در رسانه‌های اجتماعی با دستور طالبان ابراز مخالفت کردند. این دستور واکنش‌های تند را در بیرون از افغانستان نیز به همراه داشت. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه دستور طالبان برای پوشش چهره زنان در برنامه‌های تلویزیونی را نشانه دیگر از نقص گسترده حقوق زنان در افغانستان می‌داند. تازه‌ترین فرمان طالبان مبنی بر این که زنان هنگام اجرای برنامه‌های تلویزیونی ماسک بپوشند، بیانگر آن است که طالبان در تمام عرصه‌ها حقوق زنان را پامال می‌کنند. متأسفانه این همچنان بیانگر پاسخ جامعه جهانی است. طالبان که در ماه آگوست سال گذشته دوباره بر افغانستان حاکم شدند، تعهد کردند که در چارچوب شریعت اسلامی به زنان حق و آزادی می دهند. اما دختران بالاتر از صنف 6 هنوز اجازه مکتب رفتن را ندارند. زنان تنها در چند اداره محدود کار می کنند و پوشش چهره زنان که به تعبیر طالبان حجاب اسلامی دانسته می شود، اجباری است.